علی اکبر خان شیدا از تصنیف سازان بسیار مهم ایرانی هست که در سبک و سیاق خودش به نوعی حالات عرفانی رو با عشقهای زمین درگیر میکنه و معمولا ترانه ها عاشقانه و عارفانه هست. مضامین اجتماعی در کارهای او آنچنان جایی نداره. مرضیه‌ای که در یزد زندگی میکرده و رقاص یهودی بوده وجود داشته که علی اکبر شیدا مجنون وار عاشق او میشه و میگند که عشق جنون میکشه. از 30 تصنیفی که منصوب به علی اکبر شیدا هست، هلوش 22 تا از اینها ترانه هایی است که خودش سروده، بقیه بر روی شعر های سعدی یا قدما هست. از جمله تصنیف های علی اکبر شیدا میتونیم از ناوک مشکان، امشب شب مهتاب، مولود نبی، بوتچین، آن که هلاک، عرب زلف کجت، دل شیدا، مشکل پسنده، زلف سرکج، نرگس مستی، رفتم در میخانه، تصنیف رهاب، یا ما را همه شب نمیبرد خواب، ماه غلام و چین زلف مشکین را بر رخ نگارم بین رام ببریم. علی اکبر شیدا از تصنیف سازان بسیار بزرگ ایرانی که در سال 1222 خورشیدی در شیراز متولد شد و فرزند مرشد علی بود، از اون 22 تصنیف باقی مونده، هلوش 22 تصنیف، و او در سال 1285 در تهران به درود حیات گفت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد. او در هنگام عزیمت به تهران و در دوران انتهای عمرش بسیار مورد توجه شاه و سلطنه، حاجب الدوله و علی اصغر خان اتابک بود. اما سلک درویشی و خلوت گزیدگی رو انتخاب کرد و در خانقاه صفی علی شاه به تصوف و درویشی پرداخت. شیدا در سال 1222 خورشیدی در شیراز متولد شد. هم دوره بود با محمد شاه قاجار. در یک سالگی قائله محمد باب در شیراز اتفاق افتاد. در 5 سالگی محمد شاه درگذشت و ناصرالدین شاه تاج گذاری کرد. در 9 سالگی امیر کبیر به قتل رسید. در 54 سالگی ناصرالدین شاه ترور شد و در 64 سالگی شورش مشروطیت اتفاق افتاد. در 65 که وفات او هست، شورش مشروطیت به پیروزی میرسه و فرمان مشروطیت امضا میشه، یعنی در اصل در سال 1287 خورشیدی. شیدا تحت تاثیر جنبش ادبی بازگشت در دوره خودش قرار گرفته. این جنبش توسط نشاط پایه‌گذاری و بنیان گذاشته شد و حدود 100 سال در دوران قاجار عمر کرد. میشه گفت شیدا تصنیف ایرانی رو بعد از مدت‌ها بازآفرینی کرد و او کسی بود که در موسیقی ایرانی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، همراه با میرزا عبدالله که در از این دو تن در یادآوری گذشته و در احیای موسیقی قدیم بسیار تأثیر بسزایی داشتن. شیدا در دوره یهودی هایی هست که موسیقیدان هستند و به دربار راه پیدا میکنن. اگرچه اون آدم خیلی خلوت گزیدهی و عارف مسلکی هست، اما در تأثیرات اونها یا تأثیرات شیدا بر اونها قابل پنهان کردن نیست. دو گروه در دوره محمد شاه در دربار سمت ریاست عملی طلب خاصه رو داشتن، یکی مینا و یکی زهره، که اینها نزد یک ارمنی اصفهانی و یک یهودی شیرازی آموزش موسیقی دیده بودند و در اصل موسیقیدان ها با اینها همکاری میکردند و در دربار به هنرنمایی میپرداختند. او در انجمن اخوت هم عضو شد،
حتی یکی دو تصنیف از او در این انجمن خونده میشد، از جمله تصنیف مولود نبی که والا خالقی از قول درویش خان میاره که همراه با شیدا یک عکس یادگاری در حیات ایوان این مجموعه داشتن که البته فعلا دسترسی به این عکس پیدا نشده. اما او در همین محافل و مجالس عاشق یک رقاص یهودی به نام مرضیه میشه که تصنیفی رو هم به همین نام براش میسازه که مطلع این تصنیف هست: زمه و شأن ملک ری، دل من از تو راضیه. این عشق در آخر به جنون میکشه و شیدا نهایتاً در سال 1287 خورشیدی از دنیا میره. شیدا متولد 1222 خورشیدی در شیراز بود. او موسیقیدان، شاعر، ترانه‌سرا و خوشنویس معاصر ایرانی قلمداد میشه. تخلص شیدا بود و او در حلقه درویشان در فرقه نعمت اللهی صفی علی شاهی زیر نظر صفا علی شاه ظهیر الدوله در خانقاه صفی علی شاه در تهران گذران زندگی خودش رو در فقر تا دوران مرگ به انجام رسوند. برای خودش لقب مسرور علی رو در خانقاه انتخاب کرد. در مورد زندگی شیدا تحقیقات آنچنانی صورت نگرفته جز اونچه که عارف قزوینی در دیوان شورده و روح الله خالقی در سرگذشت موسیقی ایران به تحریر در آورده. نیاز هست که در مورد زندگی شیدا بیش از این تحقیقات صورت پذیره. عارف از جمله تصنیف سازایی است که از شیدا خیلی الگو گرفته و کلن شیدا در سیستم تصنیف سرایی میشه گفت صاحب سبک و صاحب شیوه است که بسیاری از تصنیف سرایان بعد از او از او الهام گرفتند. از فعالیت اجتماعی که از شیدا سراغ داریم، عضویت در انجمن اخوت هست و سرود یا ترانه به نام میلاد نبی که در این انجمن اجرا میشه. او پسر مرشد علی و در زمان محمد شاه قاجار در شیراز به دنیا آمد و همواره شروع مشروطیت و دوران مشروطیت میشه گفت هم عصر با دوران زندگی شیدا هست و همچنین جنبش ادبی بازگشت که توسط نشاط بنیانگذاری شد و او در اصفهان شعرا و ترانه‌سرای بسیار زیادی تربیت کرد و به دربار فرستاد. همچنین زمان زندگی شیدا مقارن هست با حضور نوازندگان یهودی به عنوان کسانی که مجالس عروسی یا بعض و مجالس نشاط رو سرپرستی می کردند و در اونها به اجرای موسیقی پرداختند بود که او برخلاف این جمع نگاه خلوت گزیده موسیقی رو انتخاب کرد و اون نگاه عارفانه و همچنین از تصانیف خودش اون بار خیلی تاریخی رو و نگاه گذره تاریخی رو خارج کرد و بیشتر به سبکای عاشقانه و عارفانه روی آورد. او همچنین ستار می نواخت. تقریبا میشه گفت وقتی او ستار رو شروع کرد 70 سال از رواج دوباره ستار در ایران می گذشت. بعد از مشتاق علی شاه که ابداع اضافه کردن سیم چهارم به ستار رو نسبت میدن و از کسانی بود که ستار رو در نزد دراویش و در اون دوره در شیراز رایج کرد، میرزا محمد شفیع هم که معروف بود به میرزا کوچک و تخلص وصال رو برای خودش انتخاب میکرد و هم دوره بود با قاآنی، او هم در اشاعه ساز ستار خیلی در ایران فعالیت کرد. شیدا هم مثل وصال شیرازی هم نوازنده بود، هم شاعر و هم آهنگساز و این به قوت تصانیفش افزود. از تصانیف مهم شیدا: دل شیدا، امشب شب مهتابه، ما غلام و کیه کیه در میزنه یا همون عقرب زلف کجد
و همچنین ای مهمن رو میشه نام برد که از سال 1320 این تصانیف در رادیو بسیار زیاد اجرا شد، مخصوصا توسط خواننده خوب استاد شجریان. هنوز که هنوز این تصانیف در ذهن و خاطره مردم جای داره و همیشه زمزمه میشه. شیدا در سال 1285 در تهران درگذشت. عارف قزوینی شیدا رو به عنوان نفری که جلوتر از او به تصنیف مدرن ایرانی پرداخته نام میبره و به نوعی خودش رو تأثیر پذیرفته از سبک و سیاق شیدا میدونه. بعد یک بار شیدا مثل پدر خودش مورد صفی علی شاه شد و وقتی به تهران اومد با احتشام علی خان ظهیر الدوله تجدید بیعت کرد و در خانقاه صفی علی شاه در شاه آباد تهران سکنا گزید. او همچنین به عضویت انجمن اخوت در اومد که احتشام علی خان ظهیر الدوله تأسیس کرده بود. علی خان ظهیر الدوله مؤسس تئاتر و کنسرت موسیقی ایرانی به شیوه جدید در ایران بود که این برنامه ها در انجمن اخوت برگزار می شد و شیدا هم تصنیف هاش از جمله مولود نبی و بوتچین در اون مجموعه اجرا می شد و مورد توجه و استقبال عموم قرار می گرفت. ژوکوفسکی محقق و تاریخ نویس معاصر در مورد تصنیف های ایرانی که خیلی هم علاقه به این تصنیف ها داشته و جمع‌آوری اونها در اصفهان به تصنیفی برمیخوره به نام سلیجان که با ترجیح بند در غم زلفت دل شیدا شکست هست و این از تصنیف های شیدا به حساب میاد و مشخصه که تصنیف های شیدا در همون دوره هم در بین مردم ایران به سرعت رایج میشد. مجموعه آثار شیدا رو میتونیم تأثیر پذیرفته از دوره ادبی بازگشت بدونیم و همچنین موسیقی خانقاهی هم بر مجموعه آثار او بسیار تأثیر گذاشته.